هیچ ماهیگیری از فاضلاب ماهی زنده صید نخواهد کرد. عرض ادب خدمت آفریدگار ایران، امیر درخشان کارگردانی برنامه رو به عهده داره. سپاس از همه محبت ها و مهر شما بینندگان تلویزیون ایران فردا. خب همین الان ارجمندم، ما شعارهای زیادی شنیدیم در قلمرو مسائل اقتصادی، سیاسی، نمیدونم اتمی. همه ما به خاطرمون هست که 8 سال پیش رئیس دستگاه اجرایی مملکت اعلام کرد که ما تا فراز فناوری هسته یک آقا حسین فاصله داریم. 8 سال این یا حسین گویی ادامه پیدا کرد، ما کماکان همون نقطه اول ایستادیم، اتفاقی هم نیفتاده. اما سوال اینه که کی قرار هزینه این خلای 8 ساله رو پرداخت بکنه؟ شعارهایی که خب منجر شد به گسترش تحریم ایران و فشار مضاعف و شانه استخوانی هموطنان و مردمان ما. اخیرا گفته میشه که ایران باید بره به سمت حد اکثر تولید نفت با بهربهای، حد اکثر تولید نفت بهربهای، و ببینیم که آیا این در جهت منافع ملی ایران هست یا نه. یا گفته میشه که ما در مذاکرات اتمی در این قمار دنبال بازی برد برد بودیم، در حالی که فرمانده سپاه پاسداران به صراحت میگه ما حداقل رو گرفتیم، حتی اکثر رو دادیم. و معلوم نیست که در کدام قمار ما همیشه دو برنده داریم. نه، قمار یه بازنده داره یه برنده داره. به نظر میرسه که ما بازنده این قمار بودیم، برندش نه. و ما روی مسئله شعارهایی که در زمینه انرژی داده میشه اجازه بدید ما به یک کارشناس برجسته گفتگو کنیم که از راه دور هم آمدن، از تگزاس. صمیمانه از ایشون سپاسگزارم، دکتر محمد قاسم بیات عزیز. و میخوام از ایشون بپرسم که استراتژی انرژی برای ایران ما کدام، یعنی کدام استراتژی رو ما باید اتخاذ بکنیم، کدام گزینه در جهت منافع ملی ما. شعار درست چیه این وسط؟ درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب میبودی، خیلی خوشحالم که با شما و همچنین هممیهنان عزیزم هر کجا دنیا هستن. خب برنامه خودتون دیدی روی آرشیو ایران فردا؟ بسیار خوب تایید شده بود، خیلی متشکرم. راضی بودی با اون سوال‌های بسیار جرفی که شما پرسیدین؟ مطالب بسیار مفیدی مورد بحث قرار گرفت. دکتر خیلی لطف کنید، میدونم چقدر سخته، میدونم سفرتون رو به عقب انداختید. ممنونم از این همه علاقه که در وجود شما هست برای دادن اطلاعات به هموطنان خودتون. و به نظر من خب نفت یک منبع اصلی درآمد ملی ماست، خب طبیعتا مردم باید اطلاعات کاملی در این زمینه داشته باشن. تقریبا هیچی نمیدونیش، هیچ کس هیچ چیز نمیدونه. درسته؟ کاملا اینطوری. و چیز عجیب اینه که در طول زمان هم عوض نشده. نشده، یعنی از اون موقعی که من دانشجو بودم و در رشته نفت درس میخوندم هیچ کس چیزی راجع به صنعت نفت نمیدونست و حتی بعد از انقلاب هم هیچ چیزی عوض نشده. یعنی هنوز هم میهنان ما در ناآگاهی کامل هستند در زمینه صنعت، این صنعت عظیم و چه منافعی میتونه داشته باشه و چه اشتباهایی میشه درش انجام بشه. دقیقاً درست، کاملا با شما موافقم. فراموش نکنید که در یه دوره‌ای مثلا در این اواخر برخی تجار بوده مثل آقای بابک زنجانی، نفت مملکت ما رو که به تعلق همه مردم ایران بوده، هر حال مالکیت مشاستی، روی دریاهای آزاد دنیا به فروش هستن که مردم ازش خبردار باشن. میلیاردها دلار ثروت ایران جابجا شده، نیست؟ کاملا کاملا. خب آقای دکتر به من بفرمایید، دکتر بیا استراتژی درست در مورد انرژی برای ایران چیه؟ واقعا تولید 4 میلیون و 5 میلیون بشکه میشه اصلا در چنین شرایطی؟ نظر شما چیه؟ اجازه فرمایید وارد اصل مطلب میشیم، ولی فقط در پاسخ به این جمله معترضه که چه مقدار ما باید تولید بکنیم. از نظر کلی شخص من مخالف این هستم که ما نفت خام رو تولید بکنیم و بفروشیم، چون این به هیچ عنوان با منافع ما در گذشته سازگار نبوده، الان هم سازگار نیست، آینده هم سازگار نخواهد بود و این هیچ ارتباطی نداره که چه حکومتی سر کار باشه.
صادر کردن نفت خام عملا همیشه سرزمین ما رو در حد فعلی نگه خواهد داشت، هم از نظر فنی و هم از نظر درآمد، در حالی که راه اصلی اون صادرات محصولات و فراورده های تکمیل شده از نفت هست، و نه تنها در نفت بلکه در سایر رشته هم همینطور. تا اونجایی که به مسئله 4 میلیون برخورد میکنه، خب در دوره نظام پهلوی ما بیشتر از 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکردیم و میدانهای مختلف بود و اشکال پاره ای از ما، مثل خود من وقتی که به ایران برگشتم اون موقع هنوز بیش از 6 میلیون تولید میکردیم، این بود که اون تولید فراوان از میدانهای نفتی ایران در عمل داشت به میدانهای ما آسیب میزد و به چاهای ما آسیب میزد، چون اون رویه بی حد تولید بدون به کار بردن روش های پیشرفته افزایش تولید نفت کار بسیار غلطی بود. مثلا باید مخازن نفتی ما فشارشون تثبیت می شد از طریق تزریق گاز یا از طریق تزریق آب، و بعد حتی نوع چاه هایی که باید اونجا زده بشه اینا همه باید بررسی بشه، و بعد یک میدان هایی هستن که این میدان ها باید تکنیک های جدیدتری درشون اصولا به کار می رفت به جایی که فقط چاه بزنیم و تولیدش بکنیم. این بود که اون موقع هم 6 میلیون غلط بود و اگر ما با کسی رقابت می کردیم این رقابت خیلی ناآگاهانه ای بود، مثل اینکه انسان داره به خودش آسیب می زنه برای اینکه می خواد در یک مسابقه برنده بشه، که این نفت رو به قیمت بسیار نازلی ما میفروختیم به بقیه در اون دوران. بزرگترین حوزه کجا بود تولید؟ حوزه های بزرگ ما در اون زمان مارون و گچساران و اهواز بودن، اینا سه تا بودن که در اون دوره هر کدوم از اینها حدود 1 میلیون تولید میکردند. در درست سال قبل از انقلاب هر کدوم از این میدان ها 1 میلیون بشکه نفت تولید میکردند، و من وقتی به ایران برگشتم مسئولیت نظارت اونها رو به من دادن، که منتها خب با انقلاب که پیش اومد عملا کار عملی نبود و من ناچار به ترک از ایران شدم. و تا اونجایی که الان میدونم، خب ما تولیدمون الان خیلی پایین رفته، ولی این به دلیل این نبوده که فکر کردیم باید به طریق درستی بهره برداری کنیم، چون به دلیل این مشکلاتی که از نظر صادرات برای ما پیدا شده تولید نفت رو تا حدود تقریبا 2.5 میلیون رسوندیم که شاید کمی کمتر از 1 میلیونش صادر میشه. به خاطر دارم که یکی از اولین کارهایی که بعد از انقلاب انجام شد، یک گروه از متخصصین ما که بنده هم افتخار داشتم جز اون گروه باشم، یک نگاهی به میدانهای نفتی ایران کردیم و اون موقع تخمین ما این بود که باید چیزی حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون بیشتر تولید نکنیم تا وقتی که راه‌های تبدیل بله راه‌های بهتری برای تولید نفت رو پیدا بکنیم که معادنمون آسیب نبینن. و ظاهرا تا یه مدت کوتاهی هم این انقلاب اون رژیم انقلاب اون رو رعایت کردن، و بعد از اون البته به دلیل نیاز مالی همه چیز از بین رفت. خب بنابراین دکتر رایان، برمیگردیم به اصطلاح موضوع اصلی. از دید شما شعار تولید حد اکثری نفت با حد اقل قیمت فقط اثر ناآگاهی مثل فروش یک معدن الماس به قیمت زغال سنگ، همینه دیگه نیست؟ توصیفی از این بهتر من براش نمیدونم. بله بله. پس نفت بسیار... باید تبدیل کرد بعد فروخت. هم باید تبدیل کرد و فروخت، و هم گذشته از اون باید در درجه ای تولیدش کرد که این تولید آسیب به میدان نفتی نزنه، چون این بزرگترین ذخیره مملکت ما نفت است، نفت و گازه، و اگر ما به طریق این کار رو انجام بدیم که آسیب برسه به این میدان ها خب این کار از روی ناآگاهی خواهد بود، نادانی خواهد بود. البته همه میدونیم که سیاستمداران که کاری به مسائل فنی و این امور ندارند، اونها میبینن یک نیاز مالی وجود داره، و تنها چیزی هم که ما میتونیم صادر بکنیم فعلا متاسفانه بعد از این همه سالهای انقلاب که صحبت از خودکفایی بود و صحبت از صادرات چیزهای دیگه بود، هنوز ما اونچنان وابسته به نفت هستیم که اگر نفتمون رو نتونیم بفروشیم برای نون خوردن اون هم مشکل خواهیم داشت. گازم همین مشغول همین شد. گازم همینطور. گازم رو تبدیل کرد. باید هم نفت و هم گاز رو هم باید گازو. تبدیل کرد. بله. روش کدام مملکت رو خیلی میپسندی؟ بله. کشورهای نفت خیز. کشورهای اروپایی
چون نفت رو که تولید میکنن در درون خودشون تصفیه میکنن و در درون خودشون به کار میبرن، اون مسئله ای نیست. یعنی یه شرکتی تخصصش در تولید نفته، یه شرکتی تخصصش در پالایش نفته یا پالایش گازه و تبدیل کردن اون به مواد مختلف و اینها، اینه که در اونجا مسئله ای نیست. مسئله مربوط به کشورهایی هست که فقط نفت خام یا گاز رو تولید میکنن و صادرش میکنن، هیچ نوع فعالیت ثانوی در اون سرزمین ها انجام نمیشه. حالا اگر ما بیاییم به ایرانمون نگاه کنیم، میبینیم که این ایران ما سرزمینیست زیبا، وسیع، با جغرافیاهای مختلف بین دو دریا. دو دریای نفتی. بله، دریای مازندران و خلیج فارس، و بعد انواع و اقسام منابع دیگه، منابع معدنی دیگه، و بعد نیروی انسانی فراوان. حالا همه اینا رو که شما کنار هم میگذارید، تمام جزئیات یک کشوری که باید به طور کامل صنعتی بشه دارید. یعنی مثل اون قدیم ها وقتی مثلا ما به انگلیس نگاه میکردیم در ابتدای صنعتی شدن دنیا، میبینیم که خب اونها زغال سنگ داشتن، نیروی انسانی داشتن، دریا کنارشون بود، در نتیجه همه چیز رو تولید میکردن و چیز تولید شده صادر میکردن. یعنی هیچ چیزی از این ترکیب ما کم نداریم و بنابراین باید به این موقعیت نگاه بکنیم و بگیم چه چیزی مناسب مردم ماست. حالا میبینیم مردم ما احتیاج به سطح بالاتر زندگی دارند، احتیاج به کارهایی دارند که درآمدهای مناسب داشته باشه، و این درآمدهای مناسب فقط از طریق صادرات محصولات ساخته شده میتونه پیدا بشه، نه مواد خام. مثلا شما نفت رو فکر کنید. بله. خب یک بشکه نفت رو که در ایران ما تولید میکنیم ممکنه به قیمت نمیدونم 80 دلار، 90 دلار، 70 دلار بر حسب اینکه چه نوع قراره باشه بفروشیم. این یک بشکه نفت وقتی به پالایشگاه یک کشوری مثل هر کدوم از کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی بیاد، در اونجا میره تصفیه میشه و تبدیل به صدها محصول میشه که هر کدوم از این محصولها به مراتب قیمتهای بسیار بالایی دارند و تازه همینا رو به خود ما میفروشن نیست؟ و بعد به خود ما و به دیگران یا در سرزمین خودشون میفروشن. بنابراین با پالایش کردن نفت و ساختن مواد ازش، ما میتونیم ارزش کلی این یک بشکه رو به مراتب بالاتر از این ببریم که این یک بشکه رو بیاییم بریزیمش در این تانکرهای بزرگ دریایی و اونها رو برداریم بفرستیمش. بنابراین اگر یک هدف محوری برای ایران بخوایم تصور کنیم، باید این باشه که ما ایرانی رو باید بخوایم که نفت و گازش در ایران تصفیه میشه، تبدیل به مواد مختلف میشه، در ایران صنایع ما پیشرفت فراوان خواهند کرد، متخصصین ایرانی از همه این دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها بیرون میان، در اینها شروع به کار میکنند، درآمد کافی خواهد داشت، کشور رو به توسعه میگذاره، مؤسسات متعدد تحقیقاتی در ایران پیدا میشه و متخصصین کشورهای دیگه آرزو میکنن بیان در سرزمین ما برای تولید نفت و برای تصفیه و پالایش نفت و ساختن مواد، هزاران ماده مختلف از نفت و گاز شرکت بکنند و در سرزمین ما میهمان ما باشند، با ما زندگی کنند. خب یک این چنین که اول ما منزوی نباشیم، یک دو. خب بالاخره این کار احتیاج به یک تکنولوژی داره دیگه، تکنولوژی حامل، تکنولوژی وسیله‌ای که بتونه تبدیل بکنه نفت رو به فراورده های دیگه. میخوام ببینم که این اهمال از جانب ما بود، یعنی میشده نکردیم، یا یعنی اینکه با این وضعیتی که داریم دنیا حاضر نیست که به ما مساعدت بکنه در این زمینه. واقعیت کدامه؟ تکنولوژی وجود داره. داره و تکنولوژی رو ما میتونیم وارد کنیم. خب باید یک مالیاتی براش بدیم یا امتیازش رو بدیم یا متخصصینش رو بیاریم. خب تکنولوژی وجود داره، مسئله نیست. مسئله این هست که ما هیچ وقت نتونستیم از اون مرزی که برای غذای روزانمون احتیاج به صدور نفت خام بود و خارج بشیم. یعنی تو اون چهار دیواری موندیم. ما موندیم در اون نفت در ازای عملا
از اون نتونستیم هیچ وقت خارج بشیم و در نتیجه تلاش ما همیشه این بود که نفت بیشتری تولید بکنیم تا بتونیم جاده داشته باشیم، نمیدونم خیابون بسازیم، شهرسازی درست بکنیم، دانشگاه درست بکنیم و امکانات نظور اون. در نتیجه ما متاسفانه نه در دوران پهلوی و نه در این دوران انقلاب نتونستیم اصلا از اون خارج بشیم و اون چیزی هم که در دوران پهلوی بهش رسیده بودیم که یک نوع از رفاه مالی داشت پیدا میشد و فراوانی که تازه ما شروع کرده بودیم سریعاً کارهای دیگه بکنیم، اون هم به دلیل بعد از انقلاب به دلیل یا جنگ‌های تحمیلی مثلا اسمشو بگذاریم با عراق و یا بعد هم مشکلاتی که خود ما برای خودمون ایجاد کردیم با پیروی کردن از یک سیاست انرژی اتمی که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر فنی مناسب حال ما بود، گرچه در طولانی مدت داشتن انرژی اتمی نه تنها حق ماست بلکه ضرورت هم داره، ولی نه برای تولید انرژی. بنابراین ما از یک راهی وارد شدیم که هیچ کس نتونست باور بکنه این هدف ما فقط پیدا کردن این انرژی هست برای ایجاد برق. حتی شما از فناوری هستی برای تولید انرژی هم باش مخالف. مشکلش اینه که مشکلش الان در شرایط حاضر دلیلش هم اینه که مثلا شما ببینید کشور آلمان که خودش سازنده چنین دستگاهی بالکل بیشترش کنار گذاشته و داره تا چند سال آینده عوض بکنه ازش خارج بشه. مثلا شما میبینید ایتالیا که بالکل ازش خارج شد، ژاپن که تصمیم کلی بالاخره ازش به طور کامل خارج خواهد شد و اون چند تایی هم که باقی مونده و هنوز دارن مردم شهرها نمیخوان، برای این جزیره کوچک نمیتونه با یک چنین چیزای خطرناکی روبرو بشه و اروپا هم اصولا چنین کاری رو نخواهد کرد. بنابراین وقتی ما میبینیم سازنده خود این وسایل با تمام اون مهارتی که در ساختنش و ادارش دارن و غیره به چنین مشکلاتی برخورد میکنن، چرا که اینها نیاز به انرژی ارزان دارن مثل ژاپن مثلا، با اینکه چنین استراری دارن دارن ازش کناریگی میکنن، ما که هنوز هم بیشتر گازمون رو داریم میسوزونیم برای اینکه میخوایم نفتش رو صادر کنیم، این کار در حال حاضر مناسب به نظر نمیاد، ولی خب چیزی هست که در طولانی مدت ما باید دنبالش باشیم، ولی از طرق دیگه. یکی از شعارهایی که آقای نامدار زنگ نمیده این به اصطلاح رهبری جدید صنعت نفت ایران اینی که ما تولید بکنیم، تولید نفت حد اکثر تولید با حد اقل قیمت حتی 20 دلار، چون انگوش گذاشتن روی رقم 20 دلار. بله من این مصاحبه رو شنیدم. بله با اینکه نگران شدید، افسوس خوردید، خوشحال شدید؟ چی بود؟ افسوس خوردم، ولی افسوس ولی خورد. از اونجایی که این روش من نیست که درباره سیاستمداران اظهار نظر بکنم، فقط میگم که افسوس فراوان خوردم از یک چنین تفکری، ولی خب بله چون به هیچ عنوان مناسب ما نیست. پس مناسب ما چی؟ مناسب ما قشنگ دلم میخواد همه ما رو شیر فهم بکنه با کمال میل، با کمال میل چی در جهت منافع ماست، ما با چه راهی رو بریم. اگر به تعدادی از اصولش بخوایم مراجعه بکنیم، اصل اول این هست که ما باید تأکیدمونو بر صادرات نفت پالایش شده و تمام محصولاتی که ازش ساخته میشه بگذاریم، نه نفت خام. منتها خب این رو باید تا وقتی ادامه بدیم که عملی باشه برامون اون کار. یعنی اگر امروز ما به نون شبمون هنوز محتاجیم برای احتیاج به صدور نفت داریم، راهی نداریم. پس باید مملکت رو طوری تنظیم بکنیم که به تدریج به مرحله برسیم که به این مرحله برسیم که ما هدفمون صادرات بنزین و نفت و گازوئیل و انواع و اقسام روغن‌های موتور و صدها انواع و اقسام محصولات صادر شده نفتی هست. در مورد گاز هم دقیقا همینطور. در حال حاضر خب ما ناچاریم گاز صادر کنیم برای اینکه نیاز داریم به ترکیه و کشورهای دیگه، احتمالاً پاکستان، هندوستان، روسیه و غیره. ولی هدف نهایی ما باید این باشه که ما بیایم گاز رو تبدیل بکنیم به کودهای شیمیایی، مواد پلاستیکی و صدها فراورده که از گاز ساخته میشه. یعنی هدفمون رو طوری بذاریم که به اون طرف بریم. ممکنه فعلا هنوز به صادرات گاز خام ادامه بدیم، ولی هدفمون این باشه که در مورد دوم ما از این خارج بشیم. نکته سوم این هست که ما همین الان هم به اندازه کافی مثلا برای خودمون بنزین تولید نمی کنیم، هنوز هم بنزین وارد می کنیم یا تا اخیراً وارد می کنیم. بنابراین این هدفی که درباره تصفیه نفت من گفتم لزوم این ایجاد می کنه که ما بیایم در
قسمت هایی از خاک سرزمینمون که آب فراوان داره، مثلا سواحل خلیج فارس، شهرهای زیبا بسازیم، پالایشگاه های نفت تأسیس کنیم، کمان که امریکا هم بیشتر پالایشگاه های نفتش در حاشیه خلیج مکزیکو قرار داره و از طریق صادر کردن و از طریق ساختن این پالایشگاه ها که باید به تدریج باشه، خودمون صنعت ساختن پالایشگاه رو یاد بگیریم، با شرکت های دیگه همکاری بکنیم که اونها بیان به ما کمک بکنن در ساختن اونها و به تدریج نفت صادراتی رو کم بکنیم و محصولات صادر شده رو بیشترش بکنیم. بیشتر. بله. خب این اجازه رو به ما میدن با این وضعیتی که داریم؟ راستش اگر فکر کنیم که دنیای غرب حقیقتا از ایران اتمی، از ایران با بمب اتمی میترسه، من فکر میکنم چنین ترسی درشون وجود داره. بله، یعنی فقط هم اینها تظاهر نیست، یعنی با حقیقتا میترسن که در اون منطقه یک قدرتی پیدا بشه، گرچه قدرت های دیگه ای هستن مثل پاکستان یا هندوستان، ادعی هم میگن اسرائیل هم ممکنه داشته باشه، ولی البته اونا هیچ کدومشون ادعا نکرده بودن در گذشته که هدفی دارن از این برنامه هاشون، همه صحبت از دفاع کرده بودن. و اگر ما بگیم سلاح اتمی رو برای دفاع از خودمون می‌خوایم، از خودمون در مقابل کی؟ الان کسی ما رو تهدید نکرده که ما نیاز به سلاح اتمی داشته باشیم. و حقیقتش اینه که در اون آخرش هم سلاح اتمی هیچ نوع دفاعی نداره. یعنی سلاح اتمی رو وقتی شما به کار بردید در یک چنین دنیایی، عملاً نتیجهش نابودی کامل خود خواهد شد. یعنی این یک کار بسیار نادانی هست. اگر جنبه اتمیشو بگذاریم کنار، در دور جهان غرب در هیچ دوره‌ای از این بدش نمی اومده که ایران ایرانی بشه که تبدیل بشه به یک بازار بزرگ. حالا بازار بزرگ در گذشته هدف این بود که ما بازار بزرگ برای فراورده ها و محصولات اونها باشیم. ولی اگر ما تبدیل بشیم به یک بازار بزرگ برای صنایع غرب، باز هم برای اونها استفاده کافی خواهد داشت، به شرط اینکه اجازه بدیم البته اونها هم بیان در ساختن این صنایع مثل کشورهای غربی با ما شرکت کنن. مثلا صنایع نفت انگلیس، من در یک چند جلسه قبل خدمت شما گفتم تمام صنایع نفت انگلیس به وسیله شرکت های امریکایی و فرانسوی و آلمانی و غیره در انگلیس ساخته شد، نه همه انگلیسی نبودن. یعنی شما میتونین این کشور شرکت های عظیم رو بیارید در ایران، بهشون بگین بیان پالایشگاه بسازین، سود عادلی هم ازش داشته باشین، حق هم دارین با هر کاری دلتون خواست با اون پول بکنین، ما هم کشور قانونمندی هستیم، از شما حق حساب نخواهیم خواست، از شما نمیدونم هیچ نوع قوانینی که مغایر با اصول بین المللی تجارت باشه وضع نخواهیم کرد، ما ثابت خواهیم بود، حکومت ما حکومتی نیست که بخواد از هم بپاشه، مردم ما مردم صلح‌جویی هستن. میبینین که دنیای غرب آرزوش این هست که بیان در این سرزمین ما پالایشگاه های متعدد بسازن. ما میخوام هم موشک داشته باشیم، موشک قاره پیما تولید بکنیم، میخوام تو سوریه نفوذ داشته باشیم. یکی از فرماندهان امروز گفته بود که الان قدرت ما در شرق مدیترانه بیشتر از آمریکاست. ما توانستیم به اصطلاح این هدف های استراتژیک آمریکا رو زیر سیطره. خب وقتی این همه ادعا میکنیم، خب چه توقعی داریم دیگه؟ خب معلومه که نمیگذارن ما جنب بخوریم، تکون بخوریم. اصلا در فرهنگ غربی اصطلاح دارن، وقتی با یه نفر صحبت میکنن، با یه جوان نوجوان، بهش میگن خب وقتی تو بزرگ شدی دوست داری چی بشی؟ حقیقتش اینه که دنیای غرب هنوز نمیدونه وقتی ما بزرگ شدیم چی میخوایم بشیم. سوالشون این هست، آیا ما میخوایم یک سرزمینی بشیم صلح‌جو، منافع خودمون قانع باشیم، به همسایه‌هامون احترام بگذاریم، با بقیه دنیا مبادلات صلح‌آمیز و مبادلات تجارتی به صورت متمدن داشته باشیم، یا اینکه میخواهیم جبران این همه آسیبی که بقیه دنیا به ما در طول تاریخ زده، شما میدونید هر فاتحی از ایران رد شده در طول چند هزار ساله تاریخ ما، یا اینکه ما الان میخوایم تبدیل بشیم به یکی از همون قدرت‌ها که گاهگاهی خودمون هم شدیم در پاره از دوران تاریخ ما هم لشکر کشیدیم به دیگران رفتیم. این که ما باید اول تصمیم بگیریم وقتی بزرگ شدیم میخوایم چی بشیم، میخوام چه کاری بشیم، میخوام چه کار بکنیم. اگر میخوایم، یعنی میخوام یه انقلاب هنوز در دوره شیرخارگیه، یعنی ما هنوز یعنی رفتار شیرخارگی نیست، رفتار کودکانه است.
البته همه انقلاب‌های دنیا شیر خارجی همه انقلاب‌های دنیا یک چنین مراحلی رو گذروندن، ولی مال ما خیلی طولانی شد، مال ما زیاد طول کشیده. بله البته خاورمیانه تازه داره چیزی رو می‌گذرونه که بقیه دنیا مثلا 100 سال قبل 200 سال قبل 500 سال قبل گذروندن. ولی حقیقتش اینه، نکته اول اینه که ما باید تصمیم بگیریم که چه جور امید و چه جور آرزو و چه جور پرسپکتیوی از دنیای آیندهمون داریم. اگر گفتیم که ما می‌خواهیم سرزمینی باشیم که شایسته نام ایران چند هزار ساله تاریخی باشه، متمدن باشه، منشور حقوق بشر رو رعایت بکنه، در سازمان ملل به عنوان یک عضو مؤثر مفید نمونه شناخته بشه، در زمینه اقتصاد می‌خوایم پیش بریم، به کشورهای دنیا که کمتر از ما امکانات براشون هست برسیم، اگر بگیم میخواییم مردمی داشته باشیم که تحصیل ترین مردم دنیا باشن، چرا نه؟ اگر بگیم ما میخواییم سرزمینی داشته باشیم که سبب صلح در بقیه دنیا بشه و غیره، شروع کنین یک چنین آمال و اهدافی رو ذکر کردن، اون وقت خواهید دید دنیای غرب و هر کسی دیگه ای که امکانات براشون هست، آرزوشون هست که یک چنین همسایه و یک چنین شریکی در تجارت و در صنعت داشته باشن. اگر بفرمایید خواهش می‌کنم. سوال اینه که فکر کنیم ما از همین امروز این امکان رو پیدا بکنیم، یعنی همه شرایط فراهم بیاد، جاده‌ها تصدیق بشه که ما بتونیم حرکت بکنیم از مرحله فروش یا صادرات نفت خام به سمت فرآورده‌های. چقدر طول می‌کشه تا ما از این نقطه به اینجا برسیم؟ یک دهه، پنج سال، ده سال، بیست سال، چقدر؟ احتمالاً دو دهه. دو دهه طول دو دهه طول میکشه قسمت کاملاً این راه رو طی کنه. این راه قسمت اولش ایجاد اطمینان با بقیه دنیاست، چون ببینین باز یه زمینه روحی و روانی میخواد نیست؟ این اطمینان چیزی هست مثل یک ظرف شیشه‌ای هست که شکسته، به آسونی شما نمیتونید بذارین هم بقیه دنیا باید باور بکنه که من و شما و بقیه ایرانی‌ها مثل هم فکر می‌کنیم و انسان‌هایی هستیم متمدن و انسان دوست و می‌خواهیم با بقیه دنیا در صلح و صفا زندگی کنیم، نه چیزی از دیگران می‌خواهیم و در ضمن قدرتمند هم هستیم که اجازه ندیم از حقوق ما به حقوق ما تجاوز بشه. می‌خواهیم در صلح و صفا و مهربانی با بقیه زندگی کنیم. اگر چنین چیزی باشه این رو که بریم و بعد خواهید دید سرمایه ها خواهد آمد، متخصصین خواهد آمد و بعد ایران ما قدم به قدم میتونه از این نعمت خداداد نیروی انسانی فراوانی که داریم تحصیل کرده بشن، متخصص بشن و جلو بریم. بزرگ رسان اعلام کرده که 4 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه های کشور بیکار، 4 میلیون نفر، و میدونیم هزاران تن توی آژانس ها کار میکنن، هزاران تن باز فارغ التحصیلانی هستن که مسافرکشی میکنن. این متخصصین نفتن بریم توی ایران که بیکار باشن در حال حاضر؟ اونهایشون که در ایران بیکارن همه خارج شدن، خارج شدن و اونهایشون که در ایران هنوز احتمالاً اینجا همه رو بلیدن ها؟ بله بله میبلن. این از خداشونه. ببینید شما چند سال طول میکشه تا یه نفر متخصص بشه، تجربه پیدا بکنه، چقدر سرمایه گذاری براش لازمه، چقدر خونه دل خوردن برای اون فرد لازم. وقتی حاضر شده طرف میاد از روز فردا شروع به کار میکنه. غرب خودش رو اینجوری ساخته از طریق آوردن نیروی انسانی از جاهای دیگه، فقط هم مال خودش نیست. شما به این امریکا نگاه کنین، این سرزمین مهاجرینه، همه مهاجرن، فقط ما نیستیم. حتی که بایا قیمت نفتی که نرخ نفتی که تعیین میکنه، شرکت های نفتی تعیین میکنه، بازار تعیین میکنه. بعد چی؟ قیمت نفت یک گروهی هستن که این رو بر مبنای عرضه و تقاضا و این در بازار آزاده، یعنی اینکه مثلا وقتی که ایران اعلام کرده که میخواد 4 میلیون تولید بکنه ولو اینکه قیمت نفت بیفته اثر میذاره. کسانی که الان نشستن دارن برنامه ریزی میکنن برای آینده نفت رو با چه قیمتی بخرن و بفروشن، این روشون اثر میذاره. اگر در اون میتینگ، در اون جلسه عربستان و عراق اومده بودن گفته بودن بله هم پای ایرانی ما میفهمیم که شما خیلی سختی کشیدید و حالا ما میخوایم کمکتون کنیم، جبران خسارت های گذشته تون رو بکنید و اگر لازم شد ما از تولیدمون کم میکنیم تا شما بتونید جبران بکنید و در نتیجه تولید رو در مقداری نگه میداریم، یعنی نگه میداریم که تقاضا
کمتر نباشه از تولید، اون وقت میدونید که قیمت نفت تثبیت میشد. با کاری که ما کردیم و با کاری که بعضی ها دیگران هم میکنن، فقط ما مقصر نیستیم، دیگران هم هستن، این سبب میشه که قیمت نفت خب به ضرر خود ما بیاد، به ضرر همه ما باشه. داشته باشید، دنبال میکنیم با آقای دکتر قاسم. خیلی ممنونم که راه دوری رو طی کردن تا به اینجا. ممنون دکتر بیان. خواهش میکنم. ادامه میدیم. بله 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 ادامه میدیم. خدا حافظ.